سلام، امروز سه‌شنبه 5 آذر ماه، من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. رئیس سازمان سمت کرمان گفته افزایش قیمت در کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است. همچنین افزایش قیمت گوجه تا 1 یا 2 هفته آینده با رسیدن گوجه منطقه بوشهر کاهش پیدا می‌کند. شنیده های کرمان نو خبر از استعفای دکتر دهقان معاون اقتصادی استانداری کرمان دارد، هرچند که گفته می شود وی به مرخصی رفته است، اما گویا نیامدن حکم معاونت وی دلیل استعفای او است. استاندار کرمان نبود برخورد جدی با ساخت و سازهای غیر مجاز را منشأ بسیاری از حاشیه نشینی ها می داند و می گوید شهرداری طبق قانون باید با ساخت و سازهای بدون پروانه برخورد کند. نمایشگاه توانمندی‌های زنان روستایی و عشایری استان از امروز 5 آذر در دانشگاه ولیعصر رفسنجان گشایش یافت و تا 7 آذر ماه ادامه دارد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد سهم بخش کشاورزی استان در اشتغال حدود 35% است که 2 برابر میانگین کشوری است. در پی اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی مراقب باشند. یکی از ساکنین منطقه هوشنگ مرادی کرمانی به کرماننو گفته ماشین‌های سنگین از این منطقه به عنوان پارکینگ استفاده می‌کنند و این موضوع باعث آلودگی هوا و آلودگی صوتی می‌شود. فردا هوای کرمان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر است. حداقل دما -4 و اکثر دما 16 درجه پیش بینی شده. شما هم میتونید سوژه های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sanseniuswan و از طریق اینستاگرام به آیدی @kermane_9 و همچنین از طریق واتساپ شماره 935 344005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.